سلام شما دوستان عزیزم در کانال مخاطب خاص همراه ما باشین و ممنونم که ویدیوهای ما رو لایک و سابسکرایب میکنید. بازیگر سینما و تلویزیون فخری خروش در 94 سالگی درگذشت. فخری خروش متولد ده خرداد 1309 در کرمانشاه و بازیگر بود. در 16 سالگی دیپلم گرفت و بعد به دانش سرا رفت. مدت ها معلم بود تا اینکه وارد بازیگری شد و به شهرت عجیبی رسید و در آمریکا و در لس آنجلس زندگی می کرد. قبل از بازیگری دوستش پزشکی پزشک بشه به همین خاطر بعد دیپلم در 16 سالگی وارد دانشسرا میشه ولی به سمت معلمی کشیده میشه زمانی که معلم بوده توی انجمن حضور داشته و تئاتر اجرا میکردن که اونجا دکتر والا ایشون رو برای بازیگری انتخاب میکنه و بعد چهار ماه تمرین و یادگیری در نمایشی به نام دستای آلوده بازی میکنه وقتی به صورت حرفه‌ای وارد بازیگری میشه نه سال رنگ پدر و مادرش رو نمیبینه و بعد نه سال پدرش وقتی بیمار میشه اون وقت میگه که فخری بیا تا من ببینمش در سال 1334 وقتی 25 ساله بوده با سریال برای تو وارد قاب تلویزیون میشه جالبه بدونین که نام اصلی ایشون فخری آسودی هستش که بعد از ورود به بازیگری نام خودش رو به فخری خورش تغییر داد ایشون با فیلم خانه قمر خانم در سال 1347 وارد پرده سینما شد خالم خروش قبل از انقلاب در بیش از 23 سریال ایفای نقش کرد اما حضور مستمرش در تئاتر اواخر دهه سی و اوایل دهه چهل بود که ایشون رو به مشهورترین بازیگر تئاتر ایران تبدیل کرد فخری خروش اولین بار در سال 1327 وقتی 18 ساله بوده و هنوز بازیگر نبوده با یه معلم آموزش و پرورش تو کرمانشاه ازدواج میکنه و به تهران میاد اما چند سال بعد طلاق میگیره ازدواج دوم ایشون با شاپور شیبانی بوده که همسرش شخصیت خوشنام فرهنگی و هنر دوسته و شاپور شیبانی برادر جمشید شیبانی کارگردان و تهیه کننده موسیقیه. سمر زندگی فخری خروش و همسرش شاپور شیبانی دو فرزند یک دختر و یک پسری که سالهاست در آمریکا ساکنند. خانم خروش آخرین بار در سال 81 در سریال خانه در تاریکی و سال 84 در فیلم یک بوسه کوچولو به کارگردانی بهمن فرمان را بازی کرده بود. ایشون سال 96 شروع به نوشتن خاطرات خودشون میکنن و سال 97 اونو منتشر میکنن. و حالا در سن 94 سالگی در لس آنجلس درگذشت. روحشون شاد. ممنونم که تا آخر ویدیو همراه ما بودین. لایک و سابسکرایب کانال ما یادتون نره.